دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای افضلی، مهمترین دلایل افزایش اسلام هراسی در جهان چیست و عملکرد گروه‌های افراطی و بنیادگرای دینی در این مورد تا چه حد نقش داشتند؟ با سلام خدمت شما و بیننده‌های شما، اسلام هراسی در واقع حاصل فعالیت‌های سیاسی بیشتر گروه‌های راست افراطی که الان توی خیلی از کشورهای اروپایی در انتخابات سهم بیشتری از کرسی‌های پارلمان رو به دست آوردن بیشتر ترویج شده و ظاهراً هم پشت بیشتر اینا همین گروه‌های راست افراطی هستند. البته که در کنار فعالیت‌های اونا بعضی از رفتارهای افراطی از جامعه خود مسلمان هم سبب شده که واکنش برانگیز بشه. بله، در صورت تداوم و تشدید اسلام هراسی وضعیت مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ طبیعتاً محدودیت‌ها بر عملکرد جوامع مسلمان تشدید میشه و حتی ممکن هست که از طریق نهادهای قانونگذاری قوانینی در راستای محدودیت جوامع مسلمان در این کشورها ایجاد بشه، اگر مخصوصاً گروه‌های راست افراطی بیشتری بتونن توی پارلمان کرسی کسب بکنن. ممنون از شما دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا.